والا من از صبح که چشم باز میکنم اول قیمت دلار رو چک میکنم، چون مستقیم با زندگی و همه چیز من سر و کار داره این قیمت دلار. حوالی شهر ولی تابلو هم نفسن چلو کن. قیمت اعلامی دلار همه چی میبره بالا، از کرایه تاکسی و فلان گرفته تو همه چی. شما یه روز با من برین دم این قصابی که ماه پیش من خرید کردم با این ماه، ببینید چقدر توفیر دست کم 40%، حقوق من 40% اضافه شد. باقالی که دیروز پری روز 10 تومن و دیروز شده 19 تومن، حتما دلار میریزم پاش من نمیتونم. من خودم الان هر داروخانه دارم میام، این همه چیز میکنم، بیمه خاص هستم، دفترچه تکمیلی دارم، الان رفتم خدا تو هم فقط پول داروم شده، چرا تاثیر نمیزن؟ آخه بستگی داره که این مردم کی باشن. اگر مردم خودشون باشن که قطعا خودشونو اعلام کردن، بله تاثیرگذار نیست. مردم ما باشیم که برای یه نصف نون بربری و دو تا تخم مرغ از صبح تا شب تو خیابونا میدویم، خیلی تاثیرگذاره. برای دزدان مملکت نه، ولی برای ماها که چیزی نداریم بله. برای منی که دست فروشم و زندگیمو با مشکلات دارم اداره میکنم و اینکه 3 سال من گوشت خونم نخریدم بله. سفره مردم داره کوچیک میشه، ما داریم تومن در میاریم دلار خرج میکنیم و حتی شاید هم از اون ور بیشتر داریم خرج میکنیم. حقوقم به ریاله، همه مخارج به دلاره. دو تا جوان تحصیل کرده دارم، از صبح تا شب کار میکنن، ولی به خاطر این وضعیتی که اقتصادی افتضاح نمیتونن ازدواج کنن، نمیتونن خونه بخرن. حقوق ثابتی ها در عذاب، اونایی که حقوق ثابت دارن در عذاب. میرم که بخرم میبینم که مغازه دار میگه دلار بالا رفته، ما هم طبق دلار جنس رو بردیم بالا، نمیتونیم جایگزین کنیم. کار من فروش تلویزیونه، اون محلی که تولید تلویزیون رو برای مایی که داریم فروشش رو انجام میدیم داره انجام میده و تولید میکنه، به تب پنل تلویزیون یه کالای 100% وارداتیه، وابسته به عرض قیمت تموم شدهش هم یه تابعی از همون متریال وارداتیش میشه. یه وقتی بودش که ما تو طول ماه مثلا این دستگاه تلویزیون رو میفروختیم با یه عددی به نسبت پایین تر از الان، خب برای من فروشنده یه عایداتی داشت، ولی الان عدد خیلی بزرگتر شده، تعداد خیلی کمتر شده. این یعنی این که قدرت خریده کمتر شده و منی که دارم فروشندگی میکنم روز به روز دارم به بیکاری نزدیکتر میشم. من چند سال است اصلا ریال زیاد نگه نمیدارم، اکثرا دلار دارم و سریع هم ریالامو تبدیل میکنم به چیز دیگه ای و عملا زیاد ریال ندارم. چون ارزش دلار بیشتر میشه، ریال ما هی بی ارزش‌تر میشه. الانم یه مقداری حساب بانکی که دارم نگرانم و پشیمون از این که چرا تبدیل به دلارش نکردم. قربون اون شکل نمیمونه که برم دلار بخرم، نمیمونه. فعلا که به مردم قشر ضعیف فشار اومده، اونی که داره که داره، اونی که نداره که واقعا یا باید بمیره یا گوشه خیابون بیفته دیگه. زندگی غیر قابل تحمل شده. این مردم خیلی نجیبن، این مردم واقعا نجیبن، ولی متاسفانه از نجابت این مردم داره سوء استفاده میشه.